برای ریتایرمنت، برای بازنشستگی ابی میخواد چیکار بکنه؟ من 3 ساله که واقعا تبدیل شدم به یک کشاورز. گفتیم مزرعه یه دفعه یادم افتاد. بله. دوست عزیزی داریم امینیان گل، ایشون جدن در جدش در کار پسته بودن در ایران و ایشون هم بیزنس اینجا به وجود آوردن. واقعا میتونم بگم که 7-8-10 ساله گذشته تمام کسانی که الان در بیکرزفیلد زمین پسته دارن ایرانی ها هستند که تاخت میزنن با یک شرکت بزرگ به اسم پارامونت که زمین های پسته دارن. حالا صادق عزیز لطف کرد و برای من 80 اکر زمین پسته گرفت 3 سال پیش. الان درختام 3 سال هم فکر میکنم 3 سال دیگه شروع کنم به میوه دادن و از سال 7 دیگه فکر میکنم مخارج من و مشروط خانم رو به راحتی در بیارم. پسته ابی، حالا دیگه اسمشونه خودش جالبه دیگه. ولی مثلا من، ولی به هر حال پسته ای که در اونجا به وجود میاد، به وجود میاد پسته ایست که از ایران آوردن. 40 سال 45 سال پیش امریکایی آوردن اون پسته رو در اونجا باشتن. حالا شاید اونجا متجاوز از 100,000 اکر زیر کشت پسته است. قشنگ دیگه. پالنیو من رو داشتیم در آمریکایی که اونم تو کار رفته بود تو لیموناد و نمیدونم همه این مسائل. عکس پالنیو من هم روی این جنس ها و مسائل مختلف بودش. من به هر حال شاید هم عکس خودم رو بزنم روی این مسائل، لبخندی هم بزنم اسم لبخند پسته خندان. خنده شما که مطمئنن میفروشه. بسیار خوشحالم. یادم دوران میفتم که بودش پسته ها بودش بود که منرستون مثلا پسته یا گز حاج آقا ابی و مثلا فرزندان و پسران. حالا ولی خوشحال هستم برای همین گفتی پسته. بعد واقعا اینو در نظر داری برای در نظر دارم که تموم شده، یعنی در واقع 4 سال دیگه ما این پسته ها رو میتونیم سر همین جا انشالله با هم دیگه با کمال بخوریم. برای خب برای فرق ما خواننده های ایرانی با خواننده های اروپایی احتیاج به گفتن نیست که واقعا ما همیشه میبایست در فکر یک شغل دومی میبودیم یا باشیم. در حال خب برای من هر آنچه که فکر میکردم چه کار باید بکنم برای دورانی که در بازنشستگی به سر میبرم، در حال هر شخصی مخارجی داره باید پرداخت بکنه و این زمین پسته میتونه یعنی واقعا بهترین چیزی بود که میتونست برای من اتفاق بیفته و همینطور گفتم همینطور از لطف دوستان خیلی خوبم بود. شما الان 1 متر زمین پسته بخواید در بکشید پسته خارجی نست. ما میاد زمین پسته شما بفرمایید. اتفاقا زمین خوبیش، یک مونه برخلاف این رنچ ها در اونجا صاحب این زمین یک خونه کوچولو 3 اتاق خوابه ساخته. زندگی جالبه میشه. فکر میکنم که آدم بتونه یه مقداری مرغ و خروس و چه میدونم تخم مرغ محلی و میوهی که دوره بره شما دوره بره رنج میتونید بکارید، میوهیش تو حیات خودتونه، چه میدونم میتونید سرتون رو گرم کنید که امسال طالبی بکارید، فردا هندونه بکارید. ببینم زندگی زیبایی باشه در دیدنیه. من یک کلاهسیری کادر بنده به شما. مرسی، ممنونم. ولی واقعا دوستی داریم، دوستانی که اصلا در این بیزنس هستن شاید براتون جالب باشه اسم نبرم، ولی استشون پولی که دارن این 4-5 نفر از دوستان ناظری به من بالای 300 میلیون دلاره ولی عاشق این کار هستن. هر کدوم از اینا هفته یک شب 2 شب میرن
تو این زمین پسته خربوزه ها رو خوردیم. میخوابن یکی دوستان مشترک من و شما وقتی میادش از اونجا واسه من از این خربوزه ها میاره. پس اومده بله. از اونجا رسیده محصول از اونجا رسیده محصولات مختره من خودم با دست خودم درست کنم شیرین تر خوشحالم میشم. خب بریم سراغ یه بخش دیگه که این بخش خواهش کنم بابا یه بخش دیگه دوست دارم این ممکنه میخوایم ویدیو خالی رو پخش کنیم که یک مقداری از این فضا بیایم بیرون یا اینکه میتونیم مستقیم بریم به سراغ اون فضا. دوست دارم اگه باشه فکر کنم خالی رو پخش کنیم فقط وقت فصل خالی است. یه ویدیویی که نوید عزیز کارگردانیش کرده در این سالن بسیار زیبایی که من شدم نصف شب شما نیمه شب رفتید اونجا و تا صبح این بدری کردید. سالن تئاتری بود که 3-4 ماه بود یک تئاتری درش اجرا میشد و 3-4 ماه بعدم هر شب قرار بود اجرا بشه و تنها ساعتی که میتونستن ما بدن بین 12 شب تا 6 صبح بود. حالا این آهنگ دارید پخش میکنید من میگم که ترانه زیبایی از زویا که 33 سال پیش خونده شده و آهنگ از سیاوش قمیشی تنظیمم از یک دوست آلمانی داریم که الان اسمش الان به خاطرم نیست ولی حتما خواهم به خاطرم میاد و ویدیویی که نوید اخوان واقعا بسیار زیبا و قشنگ ساخت. نگاه خالی از عاطفه و خشم خالی از خویشی و غربت گیج و مبهوت بین بودن و نبودن عشق آخرین هم سفر من مثل تو منو رها کرد حالا دستام مونده و تنهایی من تو ظلمت تن